سلام سلام، حالتون چطوره؟ به کانال من خوش اومدین. همونطور که تو ویدیو قبلی بهتون قول دادم با یه کمی تاخیر برای امتحان کردن سایه های کیکو یه ویدیو آماده کردم براتون. اولین سایه ای که الان میبینید به چشمم زدم اون سایه دو رنگ خیلی خوش رنگی بود که من امتحان کردم. البته این رو هم بگم که نور زمانی که داشتم فیلم میگرفتم نور خیلی زیادی بود و این رو خیلی کم رنگتر نشون میده، در واقع خیلی پررنگتره و رنگا خیلی زنده است. همونطور که میبینید من اول از یه رنگش برداشتم، یعنی رنگ بنفشیاسیش اول انتخاب کردم و بعد شروع کردم رنگ دوم رو روی اون کار کردم که اون حالت سایه روشن و خوش رنگ رو بتونم توش ایجاد بکنم. من خیلی راحت و ساده و مبتدی این کار رو کردم که ببینید به راحتی میشه یه سایه خیلی خوش رنگ و زیبا رو در آورد و همونطور که میبینید همش رو با یه دونه قلم رو کار کردم. کار خاصی هم انجام نمیدم، یه مقدار سلیقه‌ای، هر کسی هر جور که دوست داره میتونه رنگا رو ترکیب کنه، ولی خواستم فقط بهتون بگم که زدنش خیلی کاری نداره، یه سایه خیلی ساده خیلی راحت پشت چشمتون رو زیباتر میکنه، بازتر میکنه و خیلی هم خوش رنگه به نظر من. بعد از اینکه سایه رو زدم سعی کردم پودرای دور اطراف چشمم رو پاک کنم با یه برس خیلی بزرگتر و اینکه اون خطی که بالای چشم میندازه رو همیشه محو بکنید، سعی کنید محو باشه که سایتون خط دار نباشه، در واقع یه دست باشه، با این کار اون رو یه دستش میکنید. من اینجا هنوز ابروهامو نکشیدم، باز هم عمدن این کار رو نکردم که تفاوت رشد ابروهای من رو ببینید. من دوم ابروهام، قسمت پایینی ابروهام اصلا مو نداشت ولی الان کاملا مو درآورده و یه جورایی خیلی خوشحالم. زیاد مجبور نیستم ابروهامو بکشم، توی فیلمام میکشم ولی وقتی بخوام بیرون برم دیگه اصلا ابروهامو نمیکشم. توی فیلمام مجبورم این کار بکنم چون مرتبتر به نظر برسه، ولی در حالت عادی دیگه اصلا ابروهامو نمیکشم و خیلی هم راضی هم، خیلی طبیعی تره. اینم همون هایلایتره که تو ویدیو قبلی معرفی کردم بهتون، ازش استفاده کردم برای زیر ابروها. میتونید حتی توی سایه هم ازش استفاده کنید، گوشه چشمم، زیر پلکم میتونید بزنید، ولی خب من چون موجای پایین خیلی زیاده زیر پلکم هیچ وقت نمیتونم درست این طلایی رو ایجاد بکنم. خب دیدید که من خیلی ساده خیلی مبتدی این سایه رو کشیدم. این هم همون مداد کژول کیکو هست. این هم باز تو ویدیو قبلی بهتون گفتم که اصلا توی ویدیو امتحانش میکنم، ازم خواستید خانمای گل و من این کار رو کردم. توی این ویدیو میبینید که کاملا زغالیه، خیلی مشکیش خوش رنگه و اینکه خشکه، اصلا نیاز نیست نگران ریختنش یا پاک شدنش باشین، خیلی خشکه. همونطور که به راحتی میشه کشیدش ولی به راحتی پاک نمیشه و نمیریزه. اگر دنبال این هستید که مدادی رو روی چشمتون بکشید که نریزه، من فکر میکنم این چیز خوبی باشه، عالیه. بازم خط چشم رو سعی کردم خیلی سریع و عادی و در واقع خیلی مبتدی کشیدم که خب ببینید خیلی راحت بدون هیچ چیزی، هیچ وسیله میشه خط چشم خیلی ساده رو با این مداد کشید، خیلی کار باهاش راحته. این هم سایه چشم دومیه که دودی سرمه‌ای، من فکر میکنم رنگش برعکس اون یکی، این یه مقدار میریزه موقعی که دارید میزنید. بهتر اون پدای زیر چشم رو داشته باشید که کرم صورتتون رو خراب نکنه. من تونستم به راحتی پاکش بکنم وقتی ریخت زیر چشمم، ولی خب اگر دوست ندارید میتونید از پدای چشم استفاده کنید بعد این سایه رو بزنید، چون رنگش مشکیه و میریزه زیر چشمتون. من این کار رو میبینید چون رنگش خیلی
خیلی تیره است و در واقع یه آرایش خیلی تند و غلیظه، خیلی آروم دارم انجام میدم که مرحله به مرحلهش رو ببینید. اینم باز کار سختی نیست، فقط کافیه کار با قلموتون رو بدونید و قلموتون رو توی مسیر اشتباه، توی جهت اشتباه حرکت ندید، چون اگه یه کمی اشتباه بکنید خب سایه‌تون به هم می‌ریزه و خراب میشه. خیلی آروم انجام بدید. و اینکه من این وسط رو خالی میذارم برای اینکه این مدل سایه رو خیلی دوست دارم، به نظرم چشم خیلی زیباتر میکنه. میبینید خیلی آروم سعی میکنم گوشه های چشم رو، چه داخل چه بیرونی، گوشه های چشم رو بکشم و بعد در نهایت خواهید دید که با یه بروس بزرگتر و تمیز میام و پخشش میکنم. از همین سایه زیر چشمم هم استفاده کردم، برای اینکه خب گفتم سایه خیلی غلیظی هست، میتونید خیلی راحتی نارایش تند رو انجام بدید. و باز هم من میگم تو این ویدیو درسته اگر موجه میذاشتم خیلی زیباتر میشد شاید این آرایش، ولی من اصلا موجه مصنوعی رو دوست ندارم و خواستم خیلی ساده برای کسایی که موجه نمیذارن مثل من، موجه های خودشون رو دوست دارن نگه دارن، میشه خیلی راحتی آرایش چشم زیبا داشت بدون اینکه موجه مصنوعی رو استفاده بکنید. این هم مداد طلایی رنگی بود که باز هم توی ویدیو قبلی گفتم ببینید که چقدر خوش رنگه و این هم باز نمیریزه. اصلا نگران نباشید پشت چشمتون بلافاصله خشک میشه. زمانی که من داشتم آرایش رو پاک میکردم اول با دستمال آرایش پاکون، این دقیقا وسط چشمم خوش شده بود و یه مقدار محکمتر کشیدم که پاک بشه. پس اصلا نگران این نباشید، این هم چرب نیست و آرایشتون رو خراب نمیکنه. بعد از اینکه اینو زدم وسط پلکم، سعی میکنم با بروس یه مقدار این خط و خطوط ها رو محو کنم که با هم دیگه ترکیب بشن در واقع. و اگه دوست داشتید میتونید این طلایی رو بیشترش بکنید، من الان بیشترش میکنم بعد از این، ولی خب فقط خواستم بهتون نشون بدم که میشه بیشترش کرد. سعی میکنم با همین قلمو که تمیز بود بزرگتر هست این خط بالا رو یه مقدار محو کنم که آرایش یه تیکه و یه دست باشه. بازم از همین خط کجال استفاده میکنم، مارک کیکو میلانو، که هم توی چشمم میکشم. میدونید که با آرایش مشکی کشیدن خط مشکی توی چشم خیلی قشنگتر میشه و چشم رو خیلی زیباتر نشون میده. کامل داخل چشمم و این مداد رو کشیدم، هیچ مشکلی هم برای چشمم به وجود نیاورد. چشم من قرمزه توی این ویدیو یا توی بعضی از ویدیوها. در واقع من از بچگی فکر میکنم این مشکل رو داشتم که مودگاهی چشمم همیشه قرمز بود. مسئله خاصی هم نیست، پزشکم رفتم مشکلی نداره، ولی خب وقتی خستم خیلی بیشتر نشون داده میشه، خب چشمم بیشتر قرمزه، وگرنه خب همیشه سفید سفید نیست توی چشمم. سعی میکنم ریملم رو بازم تمدید کنم، ولی خب چون از قبل ریمل داشتم این مقدار خوش شده و نتونستم ریمل رو خوب تمدید بکنم، ولی خب در همین حد هم کافی هست چون آرایشش خیلی غریزه. ترجیح دادم خیلی موجه هم پر و سیاه نباشه که سایه مشخص نباشه، بیشتر روی سایه مانور دادم در واقع. این هم از این. بعد از اون من این سایه های ابروی آناستازیا بیولیز رو استفاده می کنم. توی ویدیو در واقع قلمش رو نشون داده بودم. این سایه هم عالیه ولی پررنگ تره. می بینید که ابرو رو خیلی پررنگ تر می توانید با این بکشید اگه دوست داشتید. اینم از این. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من هر دو سایه رو یک بار امتحان کردم، روی چشمم رنگ مشکی رو و روی اون یکی چشمم این رنگ رو استفاده کردم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید. امتحان کنید، بخرید، لذت ببرید. رنگ موهام هم که این مقدار بنفش شد ولی نه خیلی زیاد، که ویدیوشو به زودی براتون آماده میکنم. خدافظ.